سلام، توی این ویدیو میخوام یکی از بهترین انتخاب ها برای مودم ADSL و VDSL رو بهتون معرفی بکنم. من مسعود هستم و خب اینجا استودیو بی پروه. دمتون گرم که من رو حمایت میکنید، دمتون گرم که چنل من رو سابسکرایب میکنید، برام کامنت های خیلی خوب میذارید. خیلی ازتون ممنونم و خیلی ازتون انرژی میگیرم. بریم سراغ تایتل این ویدیو، مودم DSL AC55U. یه مودم خیلی کارآمد، طیف وسیعی از کارها رو از آماتور تا حرفه‌ای با این مودم روتر میتونید انجام بدید. یه چند تا مفهوم رو قبل از اینکه این مودم رو به صورت کامل براتون بررسی بکنم با هم دیگه داشته باشیم. چرا میگیم مودم روتر؟ آیا استفاده از عبارت مودم روتر درسته؟ از اونجایی که مودم ها عملیات نت انجام میدن، یعنی بین دو تا شبکه با رنج آی پی متفاوت عملیات شیکهند انجام میدن و این نت اتفاق میفته، خیلی وارد بحث تخصصی شبکش نمیشم، اما آره استفاده از عبارت مودم روتر درسته چون روتینگ انجام میشه. اما چرا این مودم رو انتخاب کردم؟ برای اینکه این مودم هم مودم روتره، هم روتره به صورت جداگانه، به خاطر که یه دونه آپلینک ون داره. بریم سراغ خود مودم. توی این ویدیو خیلی که نمیشه گفت، کلن خبری از آنباکس نیست. اینجوری تصور بکنید که یه جعبه مودمی بوده و این از توش در اومده، خیلی جعبه ماجیکی هم نداره که فکر کنید حالا آنباکسش خیلی هیجان انگیزه. اما خود مودم اینجوریه که سطح روش یه تکسچری داره، یعنی برآمدگی رو زیر انگشتتون حس میکنید. مثل همه مودم روترهای ADSL VDSL یه سری چراغ داره، یه سری استیتس رو بهتون نشون میده. 4 تا آنتن که فرکانس های 2.4 و 5 رو ساپورت میکنه. با این 4 تا آنتن، دوتاش برای فرکانس 2.4 و دوتاش برای فرکانس 5 هستش که از فرکانس کوتاه با طول موج بلند استفاده میکنه برای سرعت بیشتر. AC1200 ساپورت میکنه، مثل AC1700 و 1900 یا سری AX که میره بالای 5000 نمیتونید ازش توقع داشته باشید، ولی AC1200 برای یه آفیس کوچیک واسه یه خونه حدود 100-110 متری خیلی میتونم بگم جوابه. بریم سراغ پورت های مودم. روی مودم شما پورت RJ11 ورودی تلفن رو دارید که ADSL یا VDSL تون رو ساپورت میکنه، حالا از مخابرات یا از اون در واقع میشه گفت ISP که ازش اینترنت گرفتید. 4 تا پورت LAN، برخلاف خیلی از مودم های DSLی که توی مارکت ایران هستن و ورودی WAN ندارن، ورودی WAN داره و این باعث میشه که شما میتونید یه دونه ون، یه دونه اینترنت به واسطه این پورت وارد مودمتون بکنید، وارد این مودم روتر بکنید و یه دونه اینترنت DSLتون رو داشته باشید که میتونید با این مودم، این مودم این ویژگی رو داره که عملیات لود بالانسینگ باشه انجام بدید، یعنی دو تا اینترنت همزمان بیارید روی این مودم قرار بدید و ترافیک اینترنتتون رو بین این دوتا توزیع بکنید. توی کنسولش این ویژگی رو داره، من اسکرین شات کنسولش رو براتون میذارم. حفره ریسیت مودم رو دارید، دکمه خاموش روشن کردن وای فای و WPS رو دارید، یه دونه پورت USB دارید که بهتون میگم میتونید باهاش چه کارهایی انجام بدید، ورودی DC 12 ولت اگر اشتباه نکنم و دکمه خاموش رو روشن که خیلی از مودم ها متاسفانه همین دکمه خاموش رو روشن رو هم ندارن و یه آداپتور دارن که به واسطه که اون آداپتور رو میزنی توی برق و در میاری مودم خاموش رو روشن میشه. این هم هستی. با این پورت USB چه کارایی میتونید انجام بدید؟ پرینتر، هارد اکسترنال، دانگل 4G. اگر نمیدونید دانگل 4G چیه؟ در واقع استیک های USB هستن که یه دونه سیم کارت 4G واردشون میشه، اینترنت رو میگیرن، به واسطه اون پورت USB اینترنت رو به شما تحویل میدن. میتونی بزنید به این پورت
USB و اینترنت رو بیارید توی مودم و به واسطه وایفای و لن این دستگاه توزیعش بکنید. حالا شاید سوال پیش بیاد که آقا میتونیم یه دونه هاب USB بیاریم به این دستگاه بزنیم، بعد بهش هم پرینترمون رو وصل کنیم، هم هارد اکسترنالمون رو شیر بکنیم و اون از اون دانگل استفاده بکنیم؟ نه، چون ولتاژ خروجی این پورت USB که البته پورتش USB 2 هم هستش اون کشش لازم رو نداره. شاید اگر از هاب USB استفاده بکنیم که یه ادپتر برق هم داشته باشه که بتونه برقش رو ساپورت بکنه شاید بشه، نمیدونم. اینو بگم، روی این مودم میتونی VPN کلاینت داشته باشی، واسه همین اول ویدیو گفتم یه طیف وسیعی از کارهای آماتور و حرفه‌ای رو میتونی روی این مودم انجام بدی. VPN کلاینت رو میتونی داشته باشی. پروتکل هایی که میتونه ساپورت بکنه بچه ها، یکیش PPTP کلاینت، L2TP کلاینت و OpenVPN. حالا اگر مثلا اینترنت تلویزیونت نیاز به اینترنت بدون فیلتر داره، میتونی VPN رو روی این ست بکنی و دیگه اینترنتی که به شما تحویل میده بدون فیلتر تقریبا. اینم از این. فکر نمی کنم دیگه نکته‌ای مونده باشه که در مورد این مودم بخوام بهتون بگم. حدود قیمتش توی مارکت بین 3500 تا 3700 باشه، شاید گرونتر شده باشه، شاید ارزونتر شده باشه. من اینو حدود یک ماه پیشتر تهیه کردم، ولی با توجه به رنج قیمتش و کارایی که به شما تحویل میده و خب کوالیتی که همیشه ایسوس توی کیفیت بالا دست دی‌لینک و ارزم به حضورتون تیپی لینک توی مارکت ایران وایستاده، حالا برندی که کمتر از اون دوتای دیگه هستش ولی هست، میتونید تهیه کنید استفاده بکنید. و مودم کلن میتونم بهتون بگم که جونداریه، مودم جونداریه. حالا مادامی که من ازش استفاده کردم عمل کردش، کارایش خوب بوده، فکر نمی کنم مجبور شده باشم ریستش کرده باشم، خیلی جواب میده. و یکی از ویژگی خیلی خوبش اینه که توی تنظیمات DSL که معضل تقریبا میشه گفت همه کاربرهای خونگی هستش، خب اونا کمتر آشنایی دارن با کامپیوتر و مسائل کامپیوتری، شاید تنظیم کردن DSL براشون سخت باشه. معمولا خود مخابراتی ها، خود اون کسی که اپراتور DSL هستن میان این رو برای شما تنظیم میکنن. ولی که ویژگی خیلی خوبش اینه که غیر از اون یوزرنم پسوردی که به صورت SMS برای شما میاد که مودمتون رو تنظیم بکنید، این مودم اکثر تنظیمات رو خودش تشخیص میده و انجام میده و شما معمولا فقط اون یوزرنم پسوردتون رو وارد میکنید. نکته دیگه اینه این مورد در موردش که بخوام بگم آخر ویدیو، باز ازتون تشکر میکنم که چنل من رو سابسکرایب میکنید. شما خیلی به من لطف دارید و دوست دارم این لطفتون ادامه دار باشه. منم سعی میکنم که ویدیوهای با کیفیت تری براتون بسازم، کاربردی تر باشه براتون. آخر این ویدیو مرسی که چنل من رو سابسکرایب میکنید، باید ازتون تشکر بکنم و تا ویدیو بعدی بدرود.